د افغانستان د درملو صنعت او روغتیايي محصولاتو اتحادیه وایي چې حکومت د هیواد ته د غیر قانوني درملو د وارداتو مخه ونیسي، خو حکومتي مسؤولین بیا وایي چې تر ډیره یې د غیر قانوني درملو د وارداتو مخه نیولې ده. دغه څرګندونې د افغانستان د درملو صنعت او روغتیايي محصولاتو اتحادیې فرهنګي مسؤول محمد زکی زکاوت نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. هغه وویل له بد مرغه په دې وروستیو کې له بهر څخه کورني تولیداتو ته ورته درملو واردات په قاچاقي او غیر قانوني توګه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو درملو وارداتو داخلي تولیدات له ستونزو سره مخ کړي او که حالت همداسې دوام پیدا کړي نو په هیواد کې به د درملو ډیری فابریکې وتړل شي. هر گاه به مشکلات و چالش های موجود فراراه این سکتور نوپا ناشی از سرازیر شدن ادویه قاچاقی بی حد از طریق مرزهای مختلف و عدم حمایت در قوانین و مقرره جدید دوا توجه جدی صورت نگیرد، آنگاه این سکتور به صورت کلی نابود گردیده و شاید هم هیچ امیدی برای بقا و حیات آن نداشته باشیم. چالش ها و پیشنهادات: یک، متاسفانه در این اواخر تولید اقلام بالمثل تولیدات داخلی از خارج کشور به شکل قاچاق و غیر قانونی، آن هم به شکل دلتی از گمرکات کشور، بیش از حد داخل مارکت دوایی کشور ادامه دارد و تولیدات داخلی را به چالش و بحران جدی مواجه ساخته است. در صورت ادامه وضعیت کنونی، تمامی فابریکات تولید دوایی برکود مواجه شده و سرانجام ورشکست خواهند گردید. دوم، چون در این اواخر موضوع تولید ادویه به شکل بلتی در اداره محترم ملی غذا و ادویه و سایر ادارات محترم امارات اسلامی افغانستان توسط عده از اشخاص و افراد مطرح می گردد، اتحادیه تولیدات داخلی مخالف بوده و خواهان راهکار مشخص در چارچوب قوانین دوایی در مورد آن عده اقلام دوایی از قبیل ادویه ارفاندرک، ادویه مخدره، ادویه سرطانی و سایر اقلام کم مصرف که توسط شرکت ها و فابریکات تورید و تولید نمی گردد، ترتیب و از مجرای قانونی تورید و تولید نمایند. سوم، اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانستان از تورید ادویه و محصولات صحی بی کیفیت، غیر قانونی و قاچاق جدا مخالف بوده، از اقدامات اخیر رهبری محترم اداره ملی غذا و ادویه به منظور جلوگیری از تورید ادویه بی کیفیت، غیر قانونی و قاچاق انجام داده است، حمایت قاطع خیش را اعلام می داریم. چهارم، هر آن تصمیم جدید در از طرف اداره محترم ملی غذا و ادویه جهت هماهنگی مطلوب و کارا در ارتباط به توزیع ادویه به مارکت و درج قیمت گذاری برای مصرف کننده که جنبه عملی و همگانی در تمام مارکت دوایی را داشته باشد، فابریکات تولید داخلی برای عملی کردن آن متعهد و آماده است. همدارنگ په دې غونډه کې د افغانستان د درملو صنعت او روغتیايي محصولاتو اتحادیې رئیس سید نور پاچا وویل چې اوس مهال افغانستان ته 15,000 قلمه درمل له نورو هیوادونو څخه واردېږي. ادویه فعلا چې افغانستان ته راځي 15,000 قلمه ده. په 15,000 قلمو کې که 15,000 قلمه داخلي تولید کې او مطمئن یې ورونه د خارجي تولید او د داخلي تولید تر مابین یو فرق درشه. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.